سرخط خبرها. سخنرانی رئیس جمهوری ایران در سازمان ملل تا ساعتی دیگر. روحانی می‌خواهد طرح صلح هرمز را اعلام کند. تلاش کشورهای باقی مانده در برجام برای حفظ توافق هسته‌ای. ایران هر اقدامی را منوط به لغو تحریم‌های آمریکا کرده، آمریکا منوط به تغییر رفتار ایران. اینجا در سازمان ملل پشت این پرچم‌ها وزرای خارجه ایران و 4 به علاوه 1 در حال دیدار هستند. گرد همایی گروهی از اعضای خانواده‌های زندانی‌های دو تابعیتی یا خارجی‌های زندانی در ایران می‌خواهند تهران پاسخگو باشد. ایران مشغول دیپلماسی گروگان هاست. ما در نیویورک گرد هم اومدیم تا به دنیا و رسانه ها بگیم که دولت ها به این مشکل رسیدگی نمی کنند و از زمانی که نازنین بازداشت شده می بینم که وضع بدتر هم شده. S9 Pro همچنان در آبهای ایران. تهران می گوید کشتی آزاد شده اما پرونده تخلفات باز است. I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. و دموکرات‌های آمریکا تحقیقات رسمی درباره استیضاح دونالد ترامپ را شروع کردند. اتهام اعمال فشار به کشوری خارجی برای تخریب رقیب سیاسی. سلام و عصر بخیر، خوش آمدید به اولین بخش خبری چهارشنبه 3 مهر 98، 25 سپتامبر 2019 در تلویزیون فارسی بی بی سی. در حالی که تلاش‌ها برای میانجیگری بین ایران و آمریکا ادامه دارد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران احتمال دیدار تصادفی با دونالد ترامپ همتای آمریکایی‌اش را رد کرده و گفته چنین ملاقاتی باید با برنامه‌ریزی انجام شود. دیشب امانوئل مکرون و بوریس جانسون رهبران فرانسه و بریتانیا در راهروی سازمان ملل با آقای روحانی برخوردند و از او خواستند که با دونالد ترامپ ملاقات کند و این فرصت را از دست ندهد. ایران کماکان بر لغو تحریم‌ها به عنوان شرط مذاکره تاکید می‌کند، در حالی است که ساعتی پیش آمریکا اعلام کرد که چند فرد و نهاد چینی را به دلیل نقض تحریم‌های ایران تحریم می‌کند. حالا بسیاری در انتظار سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل هستند، سخنرانی که تا ساعتی دیگه برگزار میشه. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حال دیدار با گروه 4 به علاوه 1 هست. بهمن کنباسی خبرنگار ما از مقر سازمان ملل به ما پیوسته. بهمن، اونجا چه خبر؟ رنا، درست پشت این پرچم ها اتاقی است که وزیر خارجه ایران با 4 به علاوه 1 در حال دیدار هست. وزرا حدود 1 ساعت پیش رفتن به داخل اتاق. خانم موگرینی هم مدیریت جلسه رو به عهده داره و در واقع دارن صحبت میکنن در مورد راه های حفظ برجام با توجه به اینکه در وضعیت بسیار بغرنجی قرار داره این توافق، مخصوصا بعد از اینکه آمریکایی ها پیشنهاد فرانسوی ها رو تا اونجایی که میدونیم بهش روی خوشی نشان ندادن و در مقابل هم فرانسوی ها اصرار داشتن که به میانجیگری بکنن بین دو طرف که راهی باز بشه، مخصوصا با دیدار آقای روحانی و آقای ترامپ، و این رخ نداد به خاطر اینکه همونطور که میدونیم تاکید طرف ایرانی این است که تا تحریم ها لغو نشه یا دست کم گامی برای کاهش تحریم ها برداشته نشه دیداری صورت نخواهد گرفت. از اون طرف هم آمریکایی‌ها میگن تا دیداری صورت نگیره، حداقل شخص آقای ترامپ میگه تا دیداری صورت نگیره در مورد تحریم ها هم صحبت نخواهیم کرد. درنچه اون گره همچنان باقی است، ولی تصاویری که دیشب منتشر شد از دیدار دوم آقای مکرون با آقای روحانی بعد از دیدار دومش با آقای ترامپ نشون میداد که اونها همچنان دارن به تلاششون ادامه میدن و امید رو دست ندادن، گویی که مشخصه که با مانع جدی روبرو هستن. مشخص هست که برنامه هیئت ایرانی در ادامه روز چیه؟ صدای شما نداری. صدای من نداری. میگم که مشخص هست که برنامه هیئت ایرانی در ادامه روز چیه؟ طبیعتاً تمرکزشون بر این است که سخنرانی آقای روحانی انجام بشه در حدود 2 ساعت، 2 ساعت و نیم آینده، و بعد از اون هم با دیدارهایی باز هم ادامه خواهد داشت. اتفاقی جالبی که افتاد این بود که آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان در یک کنفرانس خبری گفت که قبل از اینکه بیاد به آمریکا در ریاض توقف کرده، در عربستان توقف کرده و محمد بن سلمان بهش گفته که میانجیگری کن. بعدم که اومده اینجا آقای ترامپ بهش گفته میانجیگری کن. در نتیجه دیگرانی هم هستن که قرار میانجیگری
بکنن. آقای ترامپ با آقای آبه نخست وزیر ژاپن دیدار میکنه امروز صبح، میدونیم که آقای آبه با آقای روحانی هم دیدار کرده. در نتیجه این جور دیدارهای دو جانبه همچنان ادامه خواهد داشت و فردا هم آقای روحانی در یک کنفرانس خبری شرکت میکنه قبل از اینکه بازگرده به ایران، و قطعاً اون تلاشا برای اینکه دست کم در این جلسه آقای ظریف دست کم تلاش کنه که اروپایی‌ها رو راضی کنه به اینکه مستقل از تحریم‌های آمریکا وعده‌هایی که دادن رو بهش عمل بکنن ادامه داره، گویی که میگم نشانی از اینکه چنین اتفاقی رخ بده حداقل به صورت جدی وجود نداره فعلا. در خبرها داشتیم که وزارت دارایی آمریکا چند نهاد و فرد چینی رو به دلیل نقض تحریم‌های ایران تحریم کردند. آیا واکنشی اونجا دیپلمات‌ها داشتن به این خبر؟ هنوز وزرای خارجه خارج نشدن، ولی یکی از سوالاتی است که از چینی‌ها خواهیم پرسید وقتی بیان بیرون که واکنششون به این تصمیم چیست. و مشخص است که دولت آقای ترامپ به خصوص که این دیدارهایی که دلشون می‌خواست اتفاق بیفته، دیداری که دلشون می‌خواست با آقای روحانی اتفاق بیفته رخ نده، به فشار ادامه خواهند داد. تو صحبت‌های آقای ترامپ هم بود که ما تحریم‌ها رو اضافه خواهیم کرد که کم نخواهیم کرد، در اینکه اون سیاست همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. سوال اصلی این است که آیا چیزی چندانی برای تحریم کردن مانده و دیگه تأثیر این تحریم‌ها فراتر از اون چیزی که الان هست خواهد داشت یا نه، و دومی که آیا اروپایی‌ها حاضرن مستقل عمل بکنن. خانم موگرینی میاد پشت این پودیومی که پشت سر منه در حدود 10-20 دقیقه آینده که به پرسش‌ها پاسخ بده، مخصوصاً همین پرسش کلیدی که به تبع اون رو یا گزارش می‌کنیم یا به صورت مستقیم پخش. متشکرم بهمن کلباسی، با ما بمون. ما سری میزنیم به صحنه اصلی مجمع عمومی سازمان ملل. سخنرانی ها از ساعاتی پیش شروع شده، در حال حاضر برهم صالح در حال سخنرانی هست. بنابر برنامه اگر که و هر کسی به اون زمانی که بهش اختصاص داده شده صحبت بکنه، حسن روحانی تا حدود نیم ساعت دیگه باید سخنرانیش رو شروع بکنه. انتظار میره که آقای روحانی در صحبت‌هاش از طرحی با عنوان طرح صلح هرمز پرده برداری بکنه و اون رو ارائه بده به کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل. ولی در حال حاضر برهم صالح رئیس جمهوری عراق در حال سخنرانی هست. والاصدقاء الذين نقدم لهم شكرنا وتقديرنا فان التاريخ سوف يسجل ان العراقيين استطاعوا بوحدتهم وارادتهم الصلبه وبالدور الكبير للمرجعيه الدينيه العليا من اسقاط. همونطور که می‌بینید سخنرانی آقای صالح به زبان عربی، به معنی که ترجمه انگلیسی شو داشته باشیم اون رو برای شما ترجمه می‌کنیم. خصوصا که عراق همسایه ایران از جمله کشورهایی که منافع مشترک بسیاری با ایران داره و مطمئناً آقای صالح در صحبت‌هاش به بحران اخیر در منطقه اشاره خواهد کرد. به محض اینکه از محتوای صحبت‌های او با خبر بشیم اون رو به اطلاع شما خواهیم رسوند. در استودیو کیوان حسینی همکارم خبرها رو ریز و درشت دنبال کرده. کیوان، به نظر میاد که یک تلاش به نوعی همه جانبه برای راضی کردن حسن روحانی برای دیدار با دونالد ترامپ وجود داره، از رئیس جمهوری پاکستان گرفته تا رهبران فرانسه و بریتانیا، همه در حال اتاق‌ها و راهروهای سازمان ملل دارن تلاششون رو میکنن، ولی نشانه‌ای وجود نداره مبنی بر اینکه احتمال این دیدار وجود داشته باشه. ببینید، ما الان چند گروه داریم که دارن تلاش میکنن همونطوری که گفتی، ولی اینها اهداف شبیه به هم لزوما ندارن. یک گروه اصلی و مهم در واقع ایالات متحده آمریکاست و گروه مقابلش ایران. هر دوی اینها مشکلات به خصوص خودشون رو دارن در مسئله تنش خاورمیانه. هر دو گروه با نوعی بن‌بست روبرو هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها تاکید کرده که نمیخواد به اقدام نظامی دست بزنه، در این حال تو موقعیتی قرار گرفته که در ارتباط با مسئله حمله به تأسیسات نفتی عربستان بهش فشار وارد میشه که پاسخ قاطعی بده به کسی که عامل این حمله بوده. از اون طرف ایران با تحریم‌های شدید روبرو شده که به اقتصادش ضربه میزنه و مدام تهدیدهایی کرده که از یه جایی به نظر میرسه ناچار شده اون تهدیدها رو عملی بکنه، از جمله مسئله بستن تنگه هرمز. از یه طرف دیگه ما با اروپایی‌ها طرف هستیم که یه اولویت بزرگی دارن و اون حفظ برجام هست.
برای اونها این موضوع از هر چیز دیگری مهمتر هست، به خاطر اینکه اعتقاد دارن اگر برجام دچار فروپاشی بشه یک دردسر تازه‌ای و به اصطلاح سری که درد نمی‌کنه دستمال بستن هست براشون. کیوانی در اجازه بده فکر می‌کنم ترجمه همزمان صحبت‌های برهمساله آماده شنیدن، اجازه بده بریم به نیویورک این صحبت‌ها رو بشنویم برمیگردیم. همچنان نیازمند مشارکت بین‌المللی برای مقابله با موج تروریسم و شرایطی هستش که باعث ایجاد وضعیتی شده که اجازه رشد این تروریسم رو داده. اما مضاف بر همه اینها، تدابیری که ما اتخاذ کردیم برای ترمیم مناطقی که توسط جنگ با تروریسم آسیب دیدند همچنان جریان داره. ما یک سری مسائلی داریم که در زمان جنگ کویت هم با همونها این مشکل‌ها رو داشتیم. امیدواریم که بتونیم این روند رو حالا دوباره در جهت رسیدن به راه حل شتاب بدیم. ما نباید اجازه بدیم که گمراه بشیم یا ذهنمون منحرف بشه از اصل مبارزه با تروریسم و تمام جلوه‌های آن. پیروزی نظامی بر داعش بسیار مهم هستش، اما ما باید این را بدانیم که هنوز بازمانده‌های نیروهای تروریستی هستن که سعی می‌کنن خود را سازماندهی بکنند. ما همچنان توجه داریم که کانون‌های تروریسم خطرناک در سوریه و کشورهای دیگر هم وجود دارند. علاوه بر همه اینا تنش‌های منطقه‌ای در خاورمیانه هم وجود دارند که همه اینها مؤلفه‌های خطرناکی به شما می‌روند که می‌تونند زمینه را مستعد بکنند برای بازگشت تروریست‌ها. تروریست‌ها سوء استفاده می‌کنند از خلأ‌های سیاسی و امنیتی و ما باید با همدیگه کار بکنیم تا این خلأ‌ها رو پر کنیم. منطقه خاورمیانه شاهد جنگ ها و درگیری هاست. هر سال، سال پشت سال این جنگ ها و درگیری ها رو مشاهده کرده. ما باید به تلاش های خود بیفزاییم تا بتوانیم این جنگ ها رو تبدیل بکنیم به همکاری. ادامه وضعیت فاجعه بار در سوریه و همینطور گسترش تروریسم و افراطی‌گری در شرایطی که مستعد پاگیری این پدیده ها هستند ما را ملزم می کند که تدابیر عملی به کار بگیریم تا بتونیم به یک راه حل سیاسی برسیم که متضمن صلح و امنیت و رهایی مردم سوریه از جنگ و رسیدن آنها به صلح و آرامش باشد و دادن شرایطی که بتوانند آینده خود را به دست خود و بدون مداخله دیگران تعیین کنند. ما همچنان باید اشاره بکنیم به لزوم تلاش هایی که باید به کار ببریم برای رسیدن به یک راه حل منصفانه در جهت مسئله فلسطین طبق قواعد و توافق های بین المللی آنگونه که بتواند حافظ منافع فلسطینی ها باشد. ما اعلام همبستگی میکنیم با مردم فلسطین، با رنج های اونها و حق مشروع اونها برای برپایی کشور مستقل در سرزمین های خودشان. علاوه بر اینها تصمیم اخیری که گرفته شد مبنی بر الحاق کردن دره‌های بلندی‌های جولان برخلاف قواعد بین‌المللی است. فقط مسئله هست که تشدید بحران را سریع‌تر خواهد کرد و زخم‌ها را عمیق‌تر خواهد کرد و این باعث تضعیف آرامش و امنیت در جهان خواهد شد. همچنین ادامه جنگ در یمن مایه نگرانی بسیار هست با توجه به تبعات انسانی که این جنگ داشته و همه منطقه را نیز شامل شده. حمایت از تلاش‌های یمنی‌ها برای رسیدن به یک راه حل سیاسی جامع که بتواند صلح را در کشورشان برگرداند باید یک اولویت باشد، اولویتی بسیار مهم با توجه به خطرهایی که وجود دارد و همینطور هدف قرار دادن امنیت عربستان سعودی هم یک تحول بسیار نگران کننده است. ما در عراق بسیار نگران این تنش اخیر هستیم. امنیت ما بسته به امنیت خلیج است. خب جامعه بین‌الملل باید کمک‌های بسیاری را ارائه دهد برای جلوگیری از بالا گرفتن تنش‌ها، زیرا نتایج فاجعه باری خواهد داشت هم برای منطقه و هم برای دنیا. خانم‌ها و آقایان، وضعیت منطقه بسیار خطرناک است. این وضعیت منطقه امکان دارد به فجایع بسیار بزرگی منتهی شود. ما باید به این وضعیت پایان دهیم. باید درگیر جنگ نشیم. احتیاج به جنگ جدید در منطقه نداریم. مخصوصاً بعد از جنگ آخری که با تروریسم داشتیم می‌بینیم که هنوز پیامدهای آن سر و سامان نگرفته. موضع ما بسیار محکم است. این بسیار مهم هست که اولویت بدیم به مذاکره و گفتگو بر تنش و بالا بردن تنش‌ها.
این صحبت ما، این ادعای ما بر اساس واقعیات هست. منافع مردم ما چنین چیز را مطالبه می کند و ما معتقد هستیم که مبارزه با تروریسم و مبارزه با افراطی‌گری و لزوم یک تحول بزرگ اقتصادی برای دادن فرصت‌های اشتغال به جوانان بیکار ما، این اولویتی است که مهمتر است از وضعیت موجود. همه اینها باید بر اساس اصل مداخله نکردن در امور داخلی دیگران باشد، بر اساس اصل احترام گذاشتن به حاکمیت ملی هر کشور. ما همچنین باید اولویت بدهیم به مسئله حقوق بشر. یک سری مشترکاتی است که همه ما میتونیم بر سر آن توافق بکنیم. همه ما آینده بهتری رو برای فرزندان خودمان، برای دخترها و پسرهای خودمان میخواهیم. اجازه بدهید با هم کار بکنیم تا بتوانیم وضعیت رو آرام بکنیم و برای آینده بهتر دست در دست هم بدهیم. و به رغم جنگ ها و اختلافاتی که در منطقه وجود داره، ثبات عراق منافع مشترک همگان است و همین می تواند مبنایی باشد برای رسیدن به اشتراکات بیشتر. نادیده گرفتن عراق و یا بحث ورود عراق در حل مسائل، این خودش زمینه اختلافات بیشتر رو فراهم کرد. عراق حالا مشغول بازسازی و ترمیم زخم‌هایش است و ما مصمم هستیم که عراق را به سمتی ببریم که به ثبات دائم برسد. عراق یک نقش بسیار مهم در منطقه دارد و ما ملاحظات ژئوپلیتیک، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زیادی در این حوزه داریم. عراق کانون حضرت ابراهیم، یکی از پیغمبران ماست. عراق نقطه هست که گردآورنده قومیت‌های مختلف هست: عرب، فارس، ترک. و همین خودش نشان میداد کشور ما با وجود عرب‌ها و کردها و ترکمن‌ها و شیعه و سنی و مسلمان‌ها و یزیدی‌ها و مسیحیان، همه اینها عراق را به کشوری تبدیل کرده است که بسیار آن را در ایجاد صلح و تفاهم در بین همه کشورها نقش بسیار مهم می داده است و اجازه می داد که عراق نقش بسیار فعالی را بر عهده بگیرد در جهت رسیدن به وضعیت امنیتی بهتر. برای مدت‌ها و سال‌های زیاد عراق محل جنگ و زد و خورد دیگران بود و ما هزینه‌های بسیار زیادی را بابت این مسئله دادیم. منافع ما و منافع تمام منطقه ایجاب می کند که عراق یک پلی باشد برای تفاهم بین عراق و همسایگان خودش و ما از همین جا، از همین تریبون این فراخوان را می دهیم برای ایجاد یک نظام امنیتی مشترک در خاورمیانه و برپایی یک نظام در هم تنیده اقتصادی و هماهنگ شده سیاسی برای ریشه‌کن کردن تروریسم و تضمین امنیت در منطقه. عراق با این بحران‌ها بر اساس این قواعد در پیش گرفته می‌شود. ما نمی‌خوایم جزء هیچ گونه جنگ بین‌المللی یا منطقه‌ای باشیم. نمی‌خوایم کشور ما به نقطه برای تصفیه حساب بازیگران دیگر در بیاید. کشور ما هزینه بسیار زیادی را برای این جنگ‌ها داده است. عراق نمی‌خواهد جزوی از هیچ جنگی باشد، از هیچ جنگ بین یک کشور با کشوری دیگر. ما خسته شدیم از جنگ، ما جنگ بیشتری نمیخوایم. ما نمیخوایم مردم بیش از این رنج بکشن از جنگ. عراق تبدیل به نقطه برای تجاوز یک کشور به همسایگان ما نخواهد شد. ما امیدوار هستیم که کشور ما یک منطقه برای ایجاد امنیت و صلح باشد، نه یک کانون تنش و درگیری. منافع ما و امنیت منطقه ایجاب می کند که روابط خوب با همسایگان خود داشته باشیم. سیاست عراق امروز آن سیاست حکومت قبلی عراق نیست. رویه ما در قبال همسایگان ما بسیار تغییر کرده است. روابط ما تحکیم شده به خاطر روابطی که با کشورهای حوزه خلیج داریم و همه اینها بخش‌ها و مؤلفه‌های حیاتی برای صلح و امنیت ما هستند. ما برای ما خیلی مهم هست که روابط خوبی با ایران داشته باشیم. ما با ایران روابط فرهنگی و مذهبی بسیار خوبی داریم. با وجود همه این ارتباطات با
روابط خودمون با ترکیه هم، برای روابط خودمون با ترکیه هم احترام و اولویت زیادی قائل هستیم. میخوایم با همه همسایگانمون روابط خوبی داشته باشیم در حوزه‌های مختلف. یک، عراق دموکراتیک و فدرال باثبات این فرصت را فراهم میکند که بتوانیم همه همسایگان را به دور خود، همه برادران و خواهران را به دور خود جمع بکنیم تا بتوانیم همه کشورها را به یک تفاهم بیشتر برسانیم، تا بتوانیم یک سازمان منطقه‌ای را بنا بکنیم که بر اساس ادغام اقتصادی و امنیتی کشورهای منطقه باشد. امنیت عراق بسیار مهم هست، بسیار جدی است. ما نباید آن را نادیده بگیریم. ما باید امنیت عراق را تثبیت کنیم. ما انتظار داریم از همسایگان خودمون و از جامعه بین الملل که نگذارن عراق هزینه اختلافات و درگیری‌های آنها را بدهد. دست‌های ما و قلب‌های ما و دل‌های ما به روی همه باز است و امیدوار هستیم که همه وضعیت عراق را درک کنند. امیدواریم همه بفهمند که عراق راغب است بر تروریسم فائق شود. عراق می‌خواهد بر تلاش‌هایش بیفزاید تا بتواند خرابی‌های جنگ را ترمیم دهد، کمک کند به آنهایی که آواره جنگ شدند. عراق می‌خواهد فرصت‌های شغلی به همه مردم بیکار در این کشور بدهد. توافقات بین‌المللی برای امنیت عراق بسیار مهم است، برای مبارزه با ایدئولوژی‌های تروریستی و افراطی‌گری مهم است. اما مهمترین وظیفه‌ای که الان در پیش داریم این است که بتوانیم اصلاحات را در بین ببریم، یک مدیریت خوب داشته باشیم برای شهروندان خودمون، با فساد مبارزه بکنیم، فرصت‌های شغلی به جوانان خودمون بدهیم. اینها چالش‌های بزرگی هستند که می‌خوایم با آنها مواجه شویم و ما معتقد هستیم که رسیدن به توسعه پایدار یک چارچوب بسیار محکمی را برای ما فراهم خواهد کرد. کار کردن در حوزه آموزش و توسعه پایدار و تأمین اجتماعی مسیر بسیار روشنی را برای مبارزه با تروریسم هم فراهم خواهد کرد. باعث ریشه‌کنی تروریسم خواهد شد، باعث ریشه‌کنی ایدئولوژی افراطی‌گری خواهد شد تا بتوانیم نسل‌های آینده را به یک آینده تضمین شده رهنما شویم. تمدن ما، تاریخ ما، چند فرهنگی ما، ملی‌گرایی ما، وجود مذاهب مختلف در کشور ما باعث شده که عراق یک مرکز شکیبایی و برادری باشد. فرهنگ بین النهرین که یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های بشریت است، یک سنگر بسیار مستحکمی در برابر گسترش ایدئولوژی‌های افراطی یا فرقه‌ای و یا ناسیونالیستی خواهد بود. جنگ مردم عراق ادامه دارد، اما این جنگ برای رسیدن به رستاخیزی است که شایسته آن هستند، رستاخیزی که بتواند به زنان و جوانان قدرت و نیرو بدهد، آنها را در سمت توسعه حرکت دهد، و اینها بخشی از چالش‌هایی است که می‌تواند به ما کمک کند در بازسازی مناطق جنگ زده. دولت عراق چند روز پیش یک قانونی را تهیه و تدوین کرد که بتواند روند بازسازی را تسریع بکند. ما پیشنویس این قانون را به پارلمان ارائه خواهیم داد و امیدواریم که پارلمان آن را تصویب کند. بخشی از این قانون برپایی یک شورای بازسازی است. این شورا نگاه خواهد کرد به همه پروژه‌های بازسازی که با کمک دولت و بخش خصوصی در عراق و کشورهای دیگر انجام خواهد شد. عراق احتیاج به یک تلاش جامع همه جانبه برای بازسازی دارد و ما امیدوار هستیم که این طرح بازسازی عراق بتواند مشوق‌ها و شرایط لازم را فراهم کند تا بخش خصوصی سرمایه‌گذاری بکند، نیازهای مردم عراق را برآورده کند برای ارائه خدمات و دادن فرصت‌های شغلی. عراق یک بازار بسیار امیدوارکننده است. منابع انسانی و طبیعی ما به ما این قدرت را می‌دهد که بتوانیم کشورمان را از یک کشور جنگ زده و یک کشوری که همیشه صحنه خشونت است تبدیل بکند به یک کانون اقتصادی در منطقه. بعضیا شاید فکر بکنند که این یک آرزوی تحقق نیافتنی است. من اعتراف می‌کنم که چالش‌های زیادی رو خواهیم داشت و موانع زیادی در پیش روی ماست، اما این اعتماد رو هم دارم که این بسیار ممکن خواهد بود، هم در عراق، هم در منطقه و هم در سراسر جهان. خانم ها و آقایون، ما معتقد هستیم که تروریسم و فساد دو روی یک سکه هستند. ما معتقد هستیم که تلاش برای مهار تروریسم و شکست دادن آن باید همراه باشد با تلاش های سیاسی برای مهار فساد و مقابله با فساد. فساد تجلی سیاسی خشونت است. فساد باعث تأمین مالی تروریسم می شود و اگر نتوانیم منابع تأمین تروریسم را خوش بکنیم و نتوانیم پیشگیری بکنیم از
سرازیر شدن بیت المال و هزینه‌های دولتی به طرف آموزش و به طرف نیازهای واقعی مردم، اگه اجازه دهیم که این اختصاص بیابد به خشونت و درگیری، هرگز به هدف نخواهیم رسید. ما خواستار ایجاد ائتلاف بین‌المللی هستیم برای مقابله با شبکه‌های فسادی که اقدام به پولشویی می‌کند. این می‌تواند کمک کند برای خشک کردن منابع مالی تروریسم. این مسئله سابقه هم دارد و این کمک می‌کند به کشور ما تا بتوانیم برخی سرمایه‌های به سر قدرفته این کشور را پس بگیریم. خانم ها و آقایان، بین النهرین کانون تمدن بشری است. خدمات بسیاری را به تمدن های بشری ارائه دهد، همان گونه که مردم آن رنج های زیادی کشیدند و فجایع زیادی را شاهد بودند. ما در مقابل پدران و مادران خود به لبخند های فرزندان خود فکر می کنیم، فرزندانی که کودکی خود را در جنگ گذراندند. ما به چشمان کودکان و نوجوانان خود نگاه میکنیم در کوچه پس کوچه های عراق و میبینیم که چگونه همه آنها بابت جنگ فرسوده شدند. برای همین هست که ما پیام صلح را بر روی وجدان خود به دوش میکشیم. من احترام میگذارم به خانواده های خودمون، ادای احترام میکنم به خانواده های شهدا و به تمام قربانیان ظلم و نسل‌کشی و قتل عام ها. من ادای احترام میکنم به تأکید ما برای یک زندگی کرامتمندانه و پر عزت. این وظیفه ما هستش که حمایت بکنیم از تمام آرزوهای کودکان و نوجوانان ما. ما چالش‌های بسیاری در پیش رو داریم، ولی با عزم و اراده خود و کمک جامعه بین‌الملل میتوانیم به اهداف خود برسیم انشالله. ادامه صحبت‌ها به کردی. بیننده بخشای از سخنانی برهم صالح، رئیس جمهوری عراق، در 47مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستید. آقای صالح ابراز نگرانی جدی کرد از تهدیدهایی که در به امنیت خلیج فارس وارد شده در هفته‌های گذشته. او از جامعه بین‌الملل کمک خواست که امنیت منطقه خلیج فارس رو تأمین بکنند. او گفت وضعیت منطقه به شدت خطرناکه و راه حل تنها گفتگوه و از اهمیت مذاکره صحبت کرد. برهم صالح همچنین گفت باید یک نظام امنیتی مشترک در خاورمیانه شکل بگیره که شامل طرحی اقتصادی برای کشورهای منطقه هم باشه. عراق به عنوان همسایه ایران، کشوریه که تهدیدها و تنشی که بین ایران و عربستان در هفته های اخیر در جریان بوده مقام های اون کشور رو به شدت نگران کرده. آقای صالح تاکید کرد که از کشورش نمیشه برای تسویه حساب های منطقه ای استفاده بشه. همزمان با این سخنرانی بعضی از خبرگزاری‌ها گزارش دادند که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به عربستان سفر کرده و در ریاض حضور داره. همزمانی سفر نخست وزیر عراق به عربستان با تنش‌های موجود بین ایران، عربستان و آمریکا اهمیت این سفر رو بیشتر و بیشتر می‌کنه. منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه بنینگتون از نیویورک آمریکا با ماست و همچنین فرشته پزشک، کارشناس امور بین‌الملل از واشنگتن، پایتخت آمریکا. آقای فرهنگ، همه در انتظار شنیدن پیشنهاد حسن روحانی مبنی بر طرح صلح هرمز هستند. در محتوای حرف‌های برهم صالح هم به نظر می‌آمد که دست کم عراق مایل هست به وجود یک توافقی برای تأمین امنیت و صلح در منطقه خلیج فارس. ولی فکر می‌کنید که آیا دیگر کشورهای منطقه هم ممکن استقبال بکنند از این طرح؟ اگر مقصود اینه که کشورهای منطقه بتونن به طور مشترک یک سیستم امنیتی درست بکنن، با نهایت تأسف خیلی سخنرانی های مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کلمات و عبارات شاعرانه و آرمانی تشکیل میشه. ما برای اینکه بدونیم در عمل این کشورها چه روشی اتخاذ میکنن،
باید به اعمال و رفتار و کردار اونها توجه بکنیم. تردیدی نیست که اکثر کشورهای منطقه امروز خواهان حل مسالمت‌جویانه تقابل بین ایران و آمریکا هستند، ولی مشکل اساسی دقیقاً بین خود این دو کشوره که اعتبار سیاسی خودشون رو گره زدن با وضع داخلی و به طور کلی تصویر بین خودشون. بنابراین آمریکا میخواد که ایران تمکین بکنه به مذاکرات بدون قید و شرط. از نظر ایران و سیستم ولایت فقیه و تبلیغاتی که ایران 40 ساله میکنه، این نوع تمکین یعنی تسلیم بدون قید و شرط. از طرف دیگه آقای ترامپ 100% جنگ نمیخواد و علاقمنده که در کنار یک روحانی بیسته و کم و بیش همون نمایشی رو بده که با رئیس جمهور کره شمالی داد. ولی برای اینکه بخواد این کار بکنه نیاز به این داره که امتیازی و یا مشوقی به ایران بده که مثلا بیاد برای مدت 3 ماه یا 6 ماه اجازه بده ایران نفت خودش رو بفروشه، یعنی تحریم های نفتی رو برداره، که ایران بتونه این امتیاز رو به اون دستاوردی استفاده بکنه و برای مذاکره توجیه قابل قبولی برای پایگاه اجتماعی خودش و تصویر منطقی و بین المللی خودش داشته باشه. عراق بدون چون و چرا خواهان حل مسالمت‌جویانه این مسئله است، ولی در عین حال در خود عراق گروه های نظامی که تحت تاثیر ایران هستند و از نظر ایدئولوژیک و به طور کلی دریافت کمک های نظامی با ایران تماس دراز مدتی داشتن، اینها برای ثبات و ایجاد حتی مراحل ابتدایی یک سیستم دموکراتیک در عراق مسئله ساز شدن. بنابراین آقای صالح سخنرانی رو که میکنه قابل احترام حرفایی که میزنه، ولی آیا باید دید که رقبای سیاسی در داخل عراق حاضرن با هم سازش بکنن و ببینن که نقاط مشترکشون چیه و یا طبق سنت دیرینه‌ای که در خاورمیانه وجود داره رقیب یعنی دشمن کسی که باید از بین بردش. آیا عراق موفق؟ امید اینه که عراق موفق بشه و یه سیستم کم و بیش مدنی در اون کشور برای اولین بار در تاریخش ایجاد بکن. اگر این اتفاق بیفته مورد رضایت و به نظر من جشن همه مردم خاورمیانه است، ولی هنوز به اونجا ما نرسیدیم و این دو سخنرانی ها به هیچ وجه نمیتونه زمین ساز اون آرمانگرایی که آقای صالح داره راجبش صحبت میکنه بشه. خانم پزشک، همونطور که آقای فرهنگ گفتند به نظر میاد که کشورهای منطقه هیچ یک خواهان جنگ نیستند، اما همزمان هیچ یک از اونها هم پیشنهادی ارائه ندادند برای اینکه بحران رو بشه کاهش داد در منطقه خاورمیانه. یعنی به نوعی ادامه وضع موجود دست کم در هفته های گذشته صرفا منجر به افزایش تنش و بحران شده. فکر میکنید که راه حل برون رفت چی میتونه باشه؟ خب فکر میکنم سال بسیار مشکله، چون اگر راه حل ساده‌ای براش وجود داشت فکر میکنم مطرح میشد. من فکر میکنم نقطه شروع مهمترین مشکلی هست که الان خاورمیانه درگیرش هست، نقطه شروعی که کشورها بتونن شروع کنن در مورد مشکلات مذاکره کردن تا بعد کم کم چشم‌انداز بشه داشت به نسبت اینکه چطور میشه یک راه حل های عملی دراز مدت تر پیدا کرد. و فکر میکنم اینجا اتفاقا اونجایی هست که ایالات متحده میتونست یک نقش راهبردی رو ایفا بکنه که در دولت آقای ترامپ نمی‌بینیم که این اتفاق بیفته. توی شرایطی که تمام کشورهای منطقه علارغم تمام رقابتی که با هم دارن مخالف درگیری نظامی هستن به دلیل اتفاقاتی که در دهه گذشته افتاده و همینطور عواقب جنگی که ممکنه در بگیره و حتی همین تنش‌هایی که الان وجود داره، اگر که ایالات متحده کمی اون بی‌طرفیش رو نگه داشته بود یا نقش راهبردی میتونست ایفا بکنه و آقای ترامپ اونقدر تاکید نمی‌کرد روی اینکه از برجام خارج بشه با شیوهی که خارج شد بدون اینکه اجماع جهانی ایجاد بکنه، بدون اینکه از همپیمانان سنتی خودش یعنی اروپایی‌ها بتونه حمایت اونها رو داشته باشه، این میتونست کمک بکنه. و فکر می‌کنم شاید تنها راه حل این باشه، همونطور که آقای فرهنگ هم اشاره کردن، یک مشوقی به ایران داده بشه برای اینکه شروع مذاکرات باشه و تحریم‌ها برای مدت کوتاه ولی
معناداری تعلیق بشه برای مدت 60 روز و 90 روز، یه شروعی باشه برای گفتگو. چون در این حال فرصتی که در مورد دولت آقای ترامپ وجود داره شاید در دولت‌های دیگه ایالات متحده نه وجود داشته و نه به وجود بیاد. آقای ترامپ یک رهبر سنتی نیست، هیچوقت سیاستمدار نبوده و یک تنه تصمیم میگیره. اینو در مورد توقف حمله به ایران دیدیم که گزارشی که اومده بود بیرون میگفت بدون اینکه به مشاورانش حتی اطلاع بدن تصمیم توقف گرفته و حتی بهشون زنگ نزده، نه به وزیر امور خارجه نه به مایک پنس، به هیچ کدوم اطلاع نداده و وقتی اومدن شنیدن که همچین اتفاقی افتاده. بنابراین آقای ترامپ یک تنه میتونه تصمیم بگیره و سیاست رو تغییر بده علارغم تمام مخالفتایی که ممکنه در لایه‌های قدرت در ایالات متحده وجود داشته باشه. اما در مورد ایران مشکل بزرگی که وجود داره که آقای مکرون هم بهش اشاره کرده بود اینه که یک سیستم باید تصمیم بگیره، سیستمی که با هم در تناقض هست خیلی وقتا، و آقای روحانی اول باید با اونها به توافق برسه تا بتونه کوچکترین تصمیمی در مذاکرات بگیره. به همین نقطه شروعی که خیلی به نظر من اهمیت داره. متشکرم، با ما بمونید لطفاً. کیوان حسینی همکارم در استودیو کماکان با ماست. کیوان، شنیدی صحبت‌های برهم صالح رو؟ مشخصاً به هر حال عراق نگرانی‌های کاملاً قابل درکی داره در رابطه با بحران بین ایران و عربستان. نکته اصلی اینه که عراق مدت هاست که موقعیت خودش رو به عنوان بازیگر منطقه‌ای از دست داده، در حالی که اینطوری نبود در گذشته، چه به ویژه در دوران صدام حسین. عراق یک نقش حتی ایجاد توازن قوا داشت در برابر جمهوری اسلامی ایران. این نقش تا اندازه زیادی الان منتقل شده به عربستان سعودی و عراق به دلیل نداشتن ثبات، به دلیل نبودن اجماع در درون کشور و خشونت‌ها و اتفاقاتی که داره براش میفته، نمیتونه همچنان نقش یک بازیگر منطقه‌ای جدی رو بازی بکنه. آقای صالح هم در سخنرانی امسالش در سازمان ملل و البته در سخنرانی‌های قبلی و حتی رؤسای جمهوری قبلی هم همین مسیر رو دنبال کردند و گفتند که علاقمندند که بار دیگر موقعیت عراق رو ارتقا بدند تا بتونن در مسائل منطقه‌ای نقش بازی بکنن. برای اینکه این اتفاق بیفته، قبل از اینکه عراق بخواد حتی پیشنهادی بذاره روی میز، باید مسائل داخلی عراق تا اندازه زیادی حل بشه که فعلا حل نشده. تا اون موقع نمیشه انتظار داشتش که صحبتایی که رئیس جمهور عراق میکنه واقعا تاثیر خیلی شگرفی بر سیاست خاورمیانه در حال حاضر داشته باشه. در حال حاضر بازیگران اصلی ایران هستند، عربستان سعودی، ترکیه و اسرائیل، و بسیاری از تصمیماتی که گرفته میشه در ارتباط با امنیت خلیج فارس در مرحله منطقه‌ای به تصمیمات این چهار تا پایتخت ارتباط داره تا جایی مثل بغداد. متشکرم کیوان، با ما بمون. همونطور که پیشتر اشاره شد، تلاش‌های زیادی برای قانع کردن حسن روحانی برای دیدار با دونالد ترامپ در جریان، از جمله دیشب که در راهروهای سازمان ملل امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا حسن روحانی رو پیدا کردند و با او گفتگو کردند. بخشی از این مکالمه که در دوربین خبرنگاران ضبط شده رو با هم ببینیم. Leave the country without meeting with President Trump. اگر کشور رو ترک کنید بدون دیدن ترامپ. This is a lost opportunity. واقعاً فرصت از دست رفت. Because he will not come back in a few months except if I don't know your project. چند ماه دیگه آقای روحانی برنمیگرده بیرون از این. And President Trump will not go to Tehran. ترامپ You need to be on the side of the swimming pool and jump at the same time. I agree. Always. Take care. Good luck. That's all. Bye-bye. Kevan, ویدیوی به نوعی وایرال شده و دست به دست داره در شبکه‌های اجتماعی میگرده. خیلی گفتگوی جالبیه. دست که من انتظار نداشتم که اینقدر به نوعی راحت و خودمونی صحبت بکنن با هم. فکر کنم همین جنبه خودمونی بودنش هم باعث شده که اینقدر دیدنی بشه و زیاد در شبکه‌های اجتماعی هم دست به دست بشه. اما یه نکته خیلی مهمی در همین ویدیو هست که البته توی سخنرانی‌های رسمی، مواضع رسمی هم تا اندازه زیادی هویدا هست، تلاش همه جانبه اروپایی‌ها برای اینکه ایران با آمریکا یک ملاقاتی صورت بگیره، یک مذاکره‌ای بشه، یک راهی باز بشه برای حل مشکل، که همونطور که گفتم اولویت اصلیشون حفظ برجام هست. فکر می‌کنند که برای حفظ برجام باید ایران و آمریکا یک گفتگوی با هم دیگه بکنند و این بنبست به پایان برسه. حتماً باید بخشی از تحریم‌های ایران برداشته بشه و از اون طرف هم ایران تضمین‌هایی بده که امنیت خلیج فارس تا اندازه زیادی تأمین بشه. و این رسیدن به این، گویا اینطوری که در حال حاضر برخی از رهبران اروپایی به این نتیجه
رسیدند، شروعش میتونه همین دیدار احتمالی آقای روحانی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باشه که البته در این لحظه که داریم صحبت میکنیم احتمالش از هر زمان دیگری کمتر شده. حدود یک ساعت پیش هم یکی از مقامات ایرانی مصاحبه کرد و گفتش که فعلا این احتمال صفر هست که اساساً چنین دیداری شکل بگیره. ولی اگر دیداری واقعا شکل بگیره، به هر شکلی یک شروع خیلی استثنایی میتونه باشه که یه بنبست بزرگی رو به شکلی حل بکنه و یه چشم‌اندازی برای حل در درازمدت پیش پای بازیگران بذاره. برگردیم به مهمانان دیگر برنامه. منصور فرهنگ از نیویورک با ما هستند و فرشته پزشک از واشنگتن. آقای فرهنگ، اساساً این امیدواری رهبران اروپایی برای اینکه شاید بتونن حسن روحانی رو راضی بکنند که با دونالد ترامپ دیدار بکنه چقدر منطقیه در شرایطی که ما میدونیم آیت الله خامنه ای رهبر ایران بارها و بارها گفته که ایران تا زمانی که دونالد ترامپ در کاخ سفید با آمریکا مذاکره نخواهد کرد؟ ببینید، در دنیای دیپلماسی و حل و فصل مثل درگیری های بین المللی، منافع امنیتی و اقتصادی کشورها نقش اساسی ایفا میکنه. بنابراین امید خودش زائیده این نیازه. یک پنجم نفت دنیا از منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز عبور میکنه. کشورهای اروپایی، ژاپن، چین، هندوستان، کره جنوبی و غیر ذلک وابستگی دارند به صلح و امنیت منطقه خاورمیانه برای اهمیت این منطقه در رابطه دنیای انرژی و نفت. بنابراین کشورهای اروپایی میخوان جلوگیری بکنن برای اینکه این موقعیت نجنگ نسل که بین ایران و آمریکا ایجاد شده برای طرفین غیر قابل تحمله، برای ایران از نظر اقتصادی و برای آقای ترامپ از نظر سیاسی و روانشناسی خود این فرد. بنابراین خطر این که این نه جنگ و صلح به عنوان یک تصادف، یک اشتباه تبدیل به جنگ بشه، به احتمال قریب به یقین جنگ منطقه‌ای میشه و تأثیر بسیار منفی زیادی روی اقتصاد دنیا خواهد داشت. بنابراین کشورهای اروپایی، هندوستان، چین، کره جنوبی، ژاپن سعی میکنند که این مسئله از طریق دیپلماتیک حل بشه، در حالی که یک کشوری مثل روسیه ادامه وضع موجود رو به نفع خودش میبینه. بنابراین این کشورها امیدی که دارن اینه که میدونن که ایران بدون جون و چرا نمیتونه وارد مذاکره با آمریکا بشه برای اینکه این تسلیمه. بنابراین میخوان ترامپ رو راضی بکنن که تغییری در موضع خودش بده. این دنبال منافع اقتصادی و امنیتی کشورهای دنیاست که بخوان این مسئله رو حل بکنن، وگرنه هزینه سنگین جنگ رو مردم ایران در درجه اول خواهند داد و از نظر اقتصادی کشورهای منطقه و کشور و دیگر کشورهای دنیا. اینها انگیزه های بازیگرانی است که میخوان میونجی بشن، میخوان تعادل برقرار بکنن. البته این میونجیگری و این تعادل از نظر دیدگاه حقوق بشر و حفظ صلح قابل احترامه و به احتمال زیاد بخشی از انگیزه اونها هم هست، ولی نگرانی های امنیتی و اقتصادی است که انگیزه های اصلی اونها در تلاش برای ایجاد مذاکره بین طرفین. خانم پزشک، تا اینجای کار به نظر میاد که ایران حاضر شده امتیازهایی بده به آمریکا، مثل اینکه گفتند که آمریکا تحریم‌ها رو لغو بکنه ما امکان نظارت دائمی بر تأسیسات هسته‌ایمون رو میدیم، آمریکا تحریم‌ها رو لغو بکنه ما حاضریم برجام رو بازنگری بکنیم. ساعتی پیش شبه نظامیان حوثی در یمن اعلام کردند که با وجود اینکه عربستان به حملات هوایی علیه حوثی‌ها ادامه داده، اونها کماکان به سیاست عدم حمله به عربستان سعودی پایبندن. یعنی به نظر میاد که به هر حال طرف مقابل عربستان و آمریکا داره تا حدودی عقب نشینی میکنه یا امتیازهایی میده. چرا طرف آمریکایی حاضر نیست هیچ امتیازی به ایران بده؟ ببینیم، برای آقای ترامپ به نظر میاد مهمترین چیزی که مطرحه اینه که ستاره صحنه اتفاقات باشه. این که قرار باشه پشت درهای بسته مذاکرات پیچیده و با جزئیاتی صورت بگیره و قرار باشه حضور داشته باشه یا نظارت کنه، چیزهایی نیست که آقای ترامپ رو اصلا توجهش رو جلب بکنه. به همین دلیل برای اون مهم هست که بتونه جلوی دوربین ها بیاد و بگه من بودم که تونستم یک قرارداد خیلی بد رو که آقای اوباما امضا کرده بود تغییر بدم و یک
قرارداد خوب ازش در بیارم. این رو در مورد مسئله کره شمالی می‌بینیم، با اینکه دستاورد عملی نداشته و حتی در مورد مذاکرات طالبان که قرار بود به واشنگتن بیان و کنسل شد، آقای ترامپ گفته بود نباید قراردادی اعلام بشه، باید بیان واشنگتن و من اعلام بکنم قراردادو، با اینکه خب به هر حال ماهاست که داره مذاکره صورت میگیره. این یک مسئله هستش که جلوی به نظر میاد هر گونه شروع هر گونه مذاکراتی رو داره میگیره. و دوم مسئله این هست که خب ایران داره تا جایی که میتونه یه درهایی رو باز میکنه که امکان گفتگو هست از طرف ایران، و با توجه به اینکه ایالات متحده علارغم پایبندی ایران به برجام از برجام خارج شد و این تحریم ها با این شدت بر ایران تحمیل شد، اروپا و سایر کشورها هیچ کاری نتونستن بکنن در مورد ایالات متحده تا از فشار تحریم ها کم بکنن، ایران هم بیشتر از این به نظر نمیاد که انگیزه داشته باشه. و در مورد آقای ترامپ به طور خاص، چون این بود مطبوعاتی و رسانه‌ایش براش خیلی اهمیت داره، اون عکس گرفتن براش خیلی مهم هستش. حالا مشکل فکر میکنم جایی شروع میشه که ایران وقتی به کره شمالی نگاه میکنه میبینه خب رهبر کره شمالی با آقای ترامپ عکس گرفت و دیدار هم کرد، ولی در نهایت تحریم ها برجاست و دستاوردی کره شمالی نداشته، با توجه به اینکه خب کره شمالی سلاح اتمی داره و قابلیت بازدارندگی داره و ایران این توانایی رو نداره. فکر میکنم تو این معادله هستش که الان ما راه برون رفت نداریم. آقای ترامپ براش بود مطبوعاتی و رسانه‌ای ماجرا خیلی اهمیت داره و اگر اون قرار نباشه اون امتیاز رو به دست بیاره، من فکر نمی‌کنم حاضر باشه که به ایران امتیاز بده. میخواد قوی به نظر بیاد و بگه من بودم که برنده ماجرا بودم و من تسلیم ایران نشدم. متشکرم از هر دوتون، دعوت میکنم که با ما بمونید. بیننده ویژه برنامه بی بی سی فارسی در رابطه با 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل هستید. ما در انتظار شروع سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هستیم. انتظار میره که آقای روحانی در سخنرانیش از طرح صلح هرمز پرده برداری کنه و اعلام بکنه که پیشنهاد ایران برای کاهش تنش در منطقه خاورمیانه چیه. همزمان با حضور آقای روحانی در نیویورک و رایزنی‌های دیپلماتیک میان هیئت‌های ایرانی و اروپایی برای کاستن از تنش‌ها در خاورمیانه، رویدادهای دیگه‌ای هم در ارتباط با ایران در این شهر در جریان، از جمله برگزاری یک گرد همایی با حضور مخالفان حکومت ایران، با حضور رودی جولیانی یکی از شهرداران سابق نیویورک و وکیل شخصی دونالد ترامپ. آقای جولیانی در این گرد همایی حکومت ایران را غیر مشروع خواند و خواهان اخراج آقای روحانی از آمریکا شد. همچنین گروهی از خانواده‌های زندانیان دو تابعیتی زندانی شده در ایران هم در نیویورک گرد هم آمدند تا از دولت‌های غربی بخواهند به طور متحد بر سر این موضوع با حکومت ایران برخورد کنند. حشایر جنیدی گزارش می‌دهد. سخنرانی رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک و وکیل شخصی دونالد ترامپ، در جمع گروهی از مخالفان حکومت ایران، در حالی که در نیویورک همچنان بعضی ها از احتمال دیدار رؤسای جمهوری ایران و آمریکا صحبت می کنند، آقای جولیانی در گرد همایی آینده ایران در نیویورک خواهان اخراج حسن روحانی از آمریکا شد. او همچنین از دولت‌های اروپایی خواست به تعامل با حکومت ایران پایان دهند. If you give a dollar to Iran. وقتی یک دلار به ایران می‌دهید، 50 سنت آن خرج کشتن یک انسان می‌شود، دست کم. چطور وجدان شما با این کنار می‌آید؟ بعضی از مخالفان حکومت ایران مانند شورای ملی مقاومت، سازمان‌ها و گروه‌های هوادار مجاهدین خلق و همینطور بعضی از نمایندگان اقلیت‌های کرد، آذربایجانی و بلوچ در این گردهمایی حاضر بودند. 4 حزب عمده کرد ایران از شرکت در این همایش خودداری کردند و خبری هم از احزاب مشروطه خواه و هوادار سلطنت نبود. به طور تاریخی خیلی از این گروه‌ها با هم کنار نمی اومدن. امروز مفتخریم که این گروه‌ها در کنار هم مخالفتشون رو به حکومت ایران نشون میدن، در زمانی که فکر میکنیم حکومت ضعیف‌تر میشه. همزمان در گوشه دیگری از شهر گروهی از اعضای خانواده‌های زندانی دو تابعیتی یا شهروندان بیگانه زندانی در ایران گرد هم آمده بودند تا خواهان تشدید اقدام‌ها برای آزادی آنها شوند. بستگان نازنین زاغری، زندانی ایرانی بریتانیایی، باقر و سیامک نمازی، زندانیان ایرانی آمریکایی،
ژیاو وانگ، محقق چینی آمریکایی بازداشت شده در ایران، و همینطور نزار زکا، شهروند لبنانی ساکن آمریکا که به تازگی از ایران آزاد شده، با اعلام تشکیل یک گروه واحد خواهان پاسخگو کردن حکومت ایران در برابر وضعیت بستگان خود شدند. آنها به طور خاص خواهان گروگان خوانده شدن این زندانیان از سوی دولت‌های غربی هستند. ایران مشغول دیپلماسی گروگان هاست. ما در نیویورک گرد هم اومدیم تا به دنیا و رسانه ها بگیم که دولت ها به این مشکل رسیدگی نمی کنند و از زمانی که نازنین بازداشت شده می بینم که وضع بدتر هم شده. ریچارد رتکلیف می گوید سخنان اخیر آقای ظریف درباره امکان مبادله زندانیان امیدوار کننده است. از جمله این سخنان اعلام آمادگی برای مبادله ژیاو وانگ، دانشجوی دانشگاه پرینستون، با یک محقق زندانی ایرانی در آمریکاست. شنیدم آقای ظریف به آمریکایی‌ها برای آزادی همسرم پیشنهادی داده. باید دید جواب آمریکا چیه. این مربوط به شیوه کار آمریکاست. امیدوارم پاسخ بده. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، دیروز عصر در دیدار با حسن روحانی، بار دیگر خواهان آزادی نازنین زاغری و دیگر زندانیان دو تابعیتی شد. خشایار جنیدی، بی بی سی، نیویورک. منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در دانشگاه بنینگتون و فرشته پزشک کارشناس امور بین الملل از واشنگتن کماکان با ما هستند. آقای فرهنگ، چرا به نظر میرسه که همزمان با افزایش فشار و تنش بر ایران شاهد افزایش بازداشت های افراد دو تابعیتی و وزن خارجی هستیم؟ به طور کلی هر وقت این تقابلات بین المللی ایجاد بشه، خصوصا در کشورهای استبدادی و بالاتر از اون استبدادی های تمامیتگرا مثل ایران، اینها در با اون احساس ناامنی رو که ایجاد میکنن، هر نوع اعتراض، هر نوع انتقاد از طرف جامعه رو به عنوان خطری برای خودشون تلقی میکنن و عکس العمل به اون شدیدتر از گذشته میشه. و دقیقا همین اتفاقی که در ایران افتاد. ظلم و جور که رژیم ایران نسبت به زنان ایران کرده در این دو سال اصلا واقعا در تاریخ خاورمیانه بی سابقه است که یک انسان رو دستگیر بکنن و شلاق بزنن به این دلیل که با لچک مخالف بوده. این ماهیت رژیم تمامیت‌گرای ایدئولوژیکه که در واقع این نوع انتقادات رو خطر میبینه و از اونجایی که نیاز به دشمن داره، این نوع رژیم ها همیشه در سر، چه کمونیستی باشن، چه فاشیستی باشن، چه اسلامی باشن، هیچ فرقی نمیکنه. میتونه موسولینی باشه یا فرانکو باشه یا هیتلر باشه یا استالین باشه، همیشه نیاز به دشمن همیشه در کمین دارن. بنابراین هر نوع انتقاد، هر نوع خواست منطقی و انسانی در داخل وصف میشه به اینکه انگیزه های ارتباط با دشمن داره. رژیم ایران دقیقا همین کنه. واقعیت امر اینه که این تقابلی که بین ایران و آمریکا وجود داره در روابط بین المللی تا اونجایی که من اطلاع دارم بسیار بدیه، برای اینکه هیچ شک از دو کشور در چارچوب منافع ملی و امنیتی خودشون عمل نمی‌کنن. آقای ترامپ یک انسان خودشیفته است که عاشق کسب توجه بین المللی است. برایش هم مهم نیست که این توجه منفی یا مثبته، و به طور کلی کسی است که با هیچ کس، حتی افرادی که خودش منتسب میکنه، نمیتونه بسازه. از طرف دیگه رژیم ایران تأکید مسئله روی این که بخوان انقلاب رو صادر بکنن، بنابراین معیارهای معمول، اصول و مقررات و معیارهایی که به ما کمک میکنه اختلافات یا روابط بین الملل رو بفهمیم و تجزیه تحلیل بکنیم، در رابطه با ترامپ و خامنه ای هیچ وقت به درد ما در حال حاضر نمیخوره. و مشکل و خطر بزرگی هم که امروز در خاورمیانه وجود داره دقیقا همینه. ولی در این حال هم ترامپ به خاطر منافع خودش و هم رژیم به خاطر ثبات و بقای خودش میخوان از جنگ جلوگیری بکنن. اینه که ما در وضعی قرار داریم
که واقعا نمیتونیم مثالی نمونه ای در روابط بین المللی پیدا بکنیم که بگیم این قابل تلفیق، قابل فهم مسائل ایران. این واقعا مگه اینکه امید و انتظار طرفداران صلح، طرفداران مدنیت اینه که یک اتفاقی بیفته که شاید مثلا استیضاح آقای ترامپ به جایی بتونه برسه که جانشین او بتونه تغییر موضع بده، و یا اینکه آقای خامنه ای رو خدا بخوادش بره به بهشت یا به جهنم و جانشین او بتونه موضع دیگری داشته باشه. ولی تا زمانی که ترامپ و خامنه ای رقبای به اصطلاح تمامیتگرای دو طرف هستند، بسیار بعیده که ما ناظر به صلح و گفتگوی مدنی بین دو کشور باشیم. خانم پزشک محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در گفتگویی که با NPR داشته در آمریکا، پیشنهاد تبادل شهروند آمریکایی ژیائو وانگ رو با مسعود سلیمانی کرده، فردی که ایران میگه که یک دانشمند ایرانیه که در آمریکا بازداشت شده. سفر سال گذشتهش هم آقای ظریف باز پیشنهاد تبادل این زندانی‌ها رو کرد. چرا آمریکا استقبال نمی‌کنه از این پیشنهاد؟ فکر میکنم به این دلیله که دولت آقای ترامپ در مجموع به دنبال فشار حداکثری هست و نمیخواد با یه همچین تحرکاتی یا اقداماتی به ایران این چراغ سبز رو بده که یه همچین سیاستهایی میتونه مؤثر باشه. یعنی در واقع کاری که ایران در سالهای گذشته کرده همین بوده که زندانی افراد دو تابعیتی رو به دلایل مختلف بازداشت کردن و سالها نگه داشتن تا تونستن امتیازی از طرف مقابل بگیرن. این فکر میکنم در راستای همون سیاست فشار حداکثری هست. فکر میکنم قبلا هم در موردش صحبت شده که قرار نیستش که ایالات متحده باج بده به ایران و این سیاست رو، چون باج دادن به ایران به این معنا خواهد بود که میتونن این سیاست رو تکرار بکنن و با به گروگان گرفتن افراد دو تابعیتی حالا یا امتیازهای مالی بگیرن و یا زندانی های خودشون رو از اینجا آزاد بکنن. به همین دلیل فکر میکنم روی خوشی نشون نمیدن. متشکرم. خواهش میکنم با ما بمونید. بیننده ویژه برنامه بی بی سی فارسی برای پوشش 74مین مجمع عمومی سازمان ملل هستید. در انتظار شروع سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هستیم. تلاش های دیپلماتیک زیادی در جریان برای ایجاد امکان ملاقات و مذاکره بین رهبران ایران و آمریکا، هرچند شرط و شروط هایی که دو طرف گذاشتند احتمال این دیدار رو بسیار کم جلوه میده. سخنرانی های دیگه در جریان، ما فکر میکنم که تا دست کم نیم ساعت 45 دقیقه دیگه شاهد شروع سخنرانی آقای روحانی باشیم. به محض شروعش ما به نیویورک خواهیم رفت. پیش از این برهم صالح رئیس جمهوری عراق هم در صحنه اصلی مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد. بخشای از اون رو با هم بشنویم. منطقه خاورمیانه شاهد جنگ ها و درگیری هاست. هر سال، سال پشت سال این جنگ ها و درگیری ها رو مشاهده کرده. ما باید به تلاش های خود بیفزاییم تا بتوانیم این جنگ ها رو تبدیل بکنیم به همکاری. ادامه وضعیت فاجعه بار در سوریه و همینطور گسترش تروریسم و افراطی‌گری در شرایطی که مستعد پاگیری این پدیده‌ها هستند، ما را ملزم می‌کند که تدابیر عملی به کار بگیریم تا بتونیم به یک راه حل سیاسی برسیم که متضمن صلح و امنیت و رهایی مردم سوریه از جنگ و رسیدن آنها به صلح و آرامش باشد و دادن شرایطی که بتوانند آینده خود را به دست خود و بدون مداخله‌گری دیگران تعیین کنند. مرهم صالح بود، رئیس جمهوری عراق، که ساعتی پیش در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد. بخش دیگه ای از سخنرانیش رو با هم بشنویم. ادامه جنگ در یمن مایه نگرانی بسیار هست با توجه به تبعات انسانی که این جنگ داشته و همه منطقه را نیز شامل شده. حمایت از تلاش‌های یمنی‌ها برای رسیدن به یک راه حل سیاسی جامع که بتواند صلح را در کشورشان برگرداند باید یک اولویت باشد، اولویتی بسیار مهم با توجه به خطرهایی که وجود دارد. و همینطور
هدف قرار دادن امنیت عربستان سعودی هم یک تحول بسیار نگران کننده است. ما در عراق بسیار نگران این تنش اخیر هستیم. امنیت ما بسته به امنیت خلیج است. خب جامعه بین‌الملل باید کمک‌های بسیاری را ارائه دهد برای جلوگیری از بالا گرفتن تنش‌ها، زیرا نتایج فاجعه‌باری خواهد داشت هم برای منطقه و هم برای دنیا. بیننده ویژه برنامه 74مین مجمع عمومی سازمان ملل هستید. ساعتی پیش گروه 4+1 وزرای خارجه‌اش با هم دیدار کردند با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا خارج شد از اون جلسه و یک کنفرانس مطبوعاتی داشت. در اون کنفرانس بعد از اون کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد که کماکان کشورهای 4+1 پایبند هستند به برجام و تلاش میکنند حفظش بکنند، هرچند که حفظش مشکلتر و مشکلتر میشه. ضمن اینکه برخی اخبار هم حاکی است که همین حالا تمامی باقی ماندگان در برجام در جلسه ای شرکت کردند، یعنی علاوه بر کشورهای اروپایی نمایندگان چین و روسیه هم درش شرکت کردند. حرفی که خانم موگرینی میزنه کاملا درست است. فضایی که الان تصویر شده برای ما خصوصا در اتفاقاتی که همین حالا در نیویورک داره میفته شبیه به این هستش که برجام رو به احتضاره و عده‌ای دارن تلاش میکنن به ترتیبی حیات رو به این توافق برگردونن، چرا که بعد از گام سومی که ایران برای نقض تعهدات خودش برداشته، چه در درون گام سوم و چه حتی گام‌های بیشتر، میتونه برجام رو به پایان برسونه و از اون طرف هم چشم‌اندازی برای کاهش تحریم‌ها از سوی ایالات متحده آمریکا وجود نداره. متشکرم، بریم به نیویورک. بهمن کلباسی خبرنگار ما هم از نیویورک با ماست. بهمن، کنفرانس مطبوعاتی خانم موگرینی انجام شد؟ سوالات زیادی پاسخ نداد، به سوالات اصلی مخصوصا پاسخ نداد که چگونه باز هم صحبت از ادامه برجام و پایبندی بهش میکنید وقتی که اروپایی ها در موقعیتی نیستن که بتونن به بسیاری از تعهداتشون عمل بکنند، و در ضمن اینکه ایران هم داره گام هایی رو برمیداره که هر چند ماه یه مقداری از تعهداتش رو کاهش میده به برجام، و او گفت که بله، البته این تصمیماتی که ایران گرفته قابل بازگشته به سرعت، و دومیش این که ما همچنان داریم تلاش میکنیم و همونطور که در اشاره هم کرد ایران که داره سختتر و سختتر میشه، ولی ما پایبند میمونیم و استقبال میکنیم از تلاش‌های دیپلماتیک که دیگران دارن انجام میدن. منظور از دیگران اینجا رئیس جمهور فرانسه مخصوصا بود. آقای ظریف که خارج شد قبل از اینکه خانم موگرینی بیاد پشت تریبون گفت که جلسه خیلی خوبی بود. معمولا از دیپلمات‌ها از این حرفا از جلسات که بیان میرون میزنن، ولی یه مقداری قوتش بیشتر بود در حداقل لحنش وقتی داشت میگفت. به انگلیسی گفت که جلسه خوب بود، ولی در خروجی جلسه و اینکه آیا اون مسائل اصلی که روی میز بوده، از جمله مهمترینش تلاش فرانسوی‌ها برای دادن اون 15 میلیارد به ایران تا آغاز سال میلادی و بعدم چند میلیارد هر ماه، اون همچنان مشخص است که راهی براش پیدا نکردن با توجه به مخالفت آمریکایی ها، و همچنین سوال اصلی که وجود داره این است که آیا هیچ انعطافی طرف آمریکایی ممکن است در این 24 ساعت نشون بده قبل از اینکه آقای روحانی اینجا رو ترک بکنه. یک دیپلمات دیگری که اونجا بود نخواست نامش فاش بشه، ایرانی، گفت که در رو از اصطلاحی که کندن از پاچه یا از فرمون که بگن که تعداد زیادی درخواست اومده دیشب مخصوصا که بیاد آقای روحانی بیاد با آقای ترامپ دیدار بکنه، که این البته اشاره مستقیمی است احتمالاً به همون تصاویری که دیدیم که آقای مکرون و آقای جانسون نخست وزیر بریتانیا آمدن ایستادن و دارن با آقای روحانی میگن که خیلی پیشنهاد خوبیه که شما یه دیداری بکنین قبل از اینکه این فرصت از دست بره. ولی به هر حال این اون چیزی که در این جلسه ازش آمده بیرون فعلا همون حرفای گذشته است، و این جملات خانم موگرینی خیلی معمول هست ازش استفاده میکنه، ادامه تلاشا و اینکه همچنان بهش پایبند هستیم. متشکرم بهمن کلباسی خبرنگار ما از نیویورک که در ادامه روز هم کماکان با ما خواهی بود. در 24 ساعت گذشته که ما درگیر خبرهای مجمع عمومی سازمان ملل بودیم، اتفاق بزرگ دیگه‌ای در سیاست داخلی آمریکا افتاد که میتونه تبعاتش حتی متوجه ایران هم باشه. مجلس نمایندگان آمریکا دیشب روند استیضاح دونالد ترامپ رو آغاز کرده. اکثریت مجمع نمایندگان در دست حزب دموکراته. اونها معتقدند تلاش دونالد ترامپ برای کسب اطلاع از عملکرد پسر جو بایدن، رقیب انتخاباتیش از رئیس جمهوری اوکراین، جرم سیاسیه. جمهوری خواهان اما با این جنبندی موافق نیستند. از واشنگتن خبرنگار ما سام فرزانه گزارش می‌دهد.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بالاخره به آغاز روند استیضاح دونالد ترامپ تن داد. The president has admitted to asking the president of Ukraine to take actions which would benefit him politically. رئیس جمهوری از آن کرده که از رئیس جمهور اوکراین خواستار اقدامی شده که از نظر سیاسی به نفع اونه. عملکرد دوره ریاست جمهوری ترامپ نشان دهنده این واقعیته که نامحترمانه به سوگند ریاست جمهوریش خیانت کرده. به امنیت ملی ما خیانت کرده. به حیثیت انتخابات ما هم خیانت کرده. برای همین امروز اعلام میکنم مجلس نمایندگان تحقیقات برای استیضاح رو شروع میکنه. رئیس جمهور باید پاسخگوی اعمالش باشه. هیچکس فرای قانون نیست. خانم پلوسی که سر پرونده دخالت روسیه در انتخابات پیشین حاضر به استیضاح رئیس جمهوری نشده بود، این بار به نظرش کشور در بزنگاهی جدی‌تر است. ماجرا از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شروع شد که متن آن به نظر یک مأمور امنیتی خلاف مصالح کشور آمده و از آن شکایت کرده بود. گویا آقای ترامپ از آقای زلنسکی 8 بار خواسته بود تا درباره کسب و کار پسر جو بایدن در اوکراین تحقیق کند. این در زمانی بوده که آقای ترامپ پرداخت وام به اوکراین را به تأخیر انداخته بود. کشوری که نگران است ترکش دعواهای سیاسی درونی آمریکا به آنها اصابت کند. مهمترین چیزی که باید بیاد داشته باشیم اینه که اوکراین به حمایت آمریکا احتیاج داره، نه فقط کمک مالی بلکه حمایت. برای اینکه ما الان کشور متفاوتی است، باید قدرتمند باشیم و برای همین به حمایت احتیاج داریم. حمایت در سطح ژئوپلیتیک و سرمایه گذاری. آقای بایدن یکی از بخت‌های حزب دموکرات برای رقابت با دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکاست که در دوره معاونت ریاست جمهوری با فشار به اوکراین موجب اخراج دادستان کل کشور شد. آقای ترامپ در اقدامی مناقشه برانگیز به جای ماموران دولتی وکیل شخصیش را مسئول پیگیری این موضوع از اوکراینی‌ها کرده بود. من هیچ وقت نشیدم که پسر یک معاون رئیس جمهوری 1.5 میلیارد دلار از دولتی بگیره که باهاش مشغول مذاکرات جنجالی هستیم و پدرش هم مسئول اون مذاکرات باشه. بوی گند این کار تا آسمون‌ها بلند شده. جمهوری خواهان که در مجلس نمایندگان در اقلیت هستند هم سعی کردند که به نوعی این استیضاح را کم اهمیت جلوه داده و آن را بازی سیاسی رقیبانی بدانند که از روز اول با آقای ترامپ سر جنگ داشتند. Our job is to legislate, not to... کار ما قانون گذاریه، نه ادامه تحقیق درباره چیزی در گذشته. وقتی که نمیتونید چیزی برای استیضاح این رئیس جمهوری پیدا کنید. انتخابات تموم شده. متوجهم که نتیجه انتخابات سال 2016 آنطور نشد که خانم پلوسی میخواست، اما او نمیتونه قوانین کنگره رو عوض کنه. او به تنهایی نمیتونه تحقیقات درباره استیضاح رو شروع کنه. آقای ترامپ هم به دفاع از خود برخاست. او که روز شلوغی در سازمان ملل داشت، در توییتر از رقبا گله‌گذاری و آنها را به پاپوش‌دوزی متهم کرد. او همچنین گفت که از اوکراینی‌ها اجازه انتشار متن گفتگوی مورد بحث گرفته شده و به زودی در اختیار کنگره قرار می‌گیرد. کنگره اما خواهان در اختیار گرفتن متن شکایت کارمند دستگاه‌های امنیتی هم هست و تحقیق درباره قصد و نیت آقای ترامپ برای تأخیر در پرداخت وام به اوکراین. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. کامبیز فتاحی خبرنگار ما از واشنگتن به ما پیوسته. کامبیز، دقایقی پیش متن اون مکالمه تلفنی دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین منتشر شد و به نوعی مثل اینکه تایید کرد این تلاش آقای ترامپ برای استفاده سیاسی و انتخاباتی از این تماس تلفنی رو. بله، همینطور به نظر میاد. و حتی فراموش نکنیم آقای ترامپ روز گذشته میگفت که وقتی متن منتشر بشه میبینید که چیزی نیست، فقط یک مکالمه بسیار دوستانه و بجا بوده. منتها الان که ما متن رو میخونیم به نظر میاد قدری فرای این رفتن دو طرف و صحبت از بدبستون هست. آقای ترامپ دقیقاً این مکالمه یک روز بعد از این انجام میشه که رابرت مولر، بازرس ویژه پرونده اتهام تبانی ترامپ روسیه، گزارشش رو ارائه کرده به کنگره و در واقع در عمل مسئله‌ای که پیش اومد این بود که آقای ترامپ در عمل
تبرئه شد از اتهامات و اون پرونده دیگه بعد از اون خوابید. منتها یک روز بعد از این هست آقای ترامپ دو مسئله رو مطرح میکنه با آقای زلنسکی. مسئله اول همین پرونده ترامپ روسیه هست، در از او میخواد که ببینه در اوکراین مقامات دولت قبلی چه میدونن، چه کردن در اون پرونده. فراموش نکنیم یکی از دستیاران آقای ترامپ از جمله به اتهامات پولشویی و مسائل فساد مالی در اوکراین بود که به زندان محکوم شد در جریان پرونده ترامپ روسیه. و یکی اون مسئله رو مطرح میکنه، میگه یک لطفی در حق ما بکنید، و در واقع این لطف این است که بیاد و اون پرونده رو باز کنه، تحقیقات رو شروع کنن. و میگه که قبل از این هم رودی جولیانی وکیل آقای ترامپ در این مورد با اوکراینی ها صحبت هایی داشته. منتها مسئله میشه گفت شاید بسیار جدیتر و بزرگتر این هست، درخواست دوم دونالد ترامپ از همتای اوکراینی هست، و این هم این هست که بیاد در مورد جو بایدن، رقیب احتمالی انتخاباتیش و معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا، و پسرش که متهم به فساد مالی در اوکراین بوده، اتهامی که هیچگاه ثابت نشده و دلیل درستی هم در موردش ارائه نشده، در این مورد تحقیقات رو شروع بکنه. اینکه یک دادستان کل جدید رو دارن صحبت میکنن که منصوب بشه، و آقای در واقع ولودیمیر زلنسکی خیلی مشخص میگه که دادستان کل بعدی آدم او خواهد بود، و صحبت از این میکنن که یک فصل جدیدی در مرابطات باید شروع بشه در روابط، اینکه سفرا عوض شدن یا عوض خواهند شد، سفیران جدیدی خواهند اومد، و صحبت از بدبستون است. این در شرایطی است که آقای ترامپ یه چیزی حدود بیش از 390 میلیون دلار از کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین رو به حالت تعلیق درآوردن به عنوان یک ابزار فشاری در این چیزی که به اون یک بدبستونی دیده میشه داره استفاده میکنه. بنابراین صحبت هایی که شده این میشه گفت به صورت جدی تر این اتهام رو علیه آقای ترامپ مطرح خواهد کرد که داره سوء استفاده از قدرت میکنه، و مسئله داره سعی میکنه که از یک قدرت خارجی برای رقبا یا رقیب احتمالی آینده خودش در انتخابات سال 2020 استفاده بکنه. ما به حال در دو سال اخیر مسئله ترامپ روسیه رو داشتیم، حالا ترامپ اوکراین مطرح شده. این بار دیگر دوروبری های آقای ترامپ نیستند، بلکه خود او هست، و با سندی که خیلی مستند اومده بیرون. کامل مشخص هستش که این تحقیقات قرار چند ماه طول بکشه، یا اصلا خیلی زوده برای اینکه بدونیم آیا ممکنه منجر به کنار زدن دونالد ترامپ از قدرت بشه یا نه. خب روند تحقیقات مقدماتی برای استیضاح احتمالی شروع شده، و از دیروز هم شروع شد. به این صورت است که 6 کمیته در مجلس نمایندگان مأمور شدن که تحقیقاتشون رو شروع بکنن. تحقیقات اینها به عنوان به صورت یک بسته ارائه خواهد شد به کمیته قضایی مجلس نمایندگان که در کنترل دموکرات ها هست، و بعد از اون تصمیم خواهند گرفت که آیا وارد روند استیضاح بشن یا نه. به حال ماها طول خواهد کشید. این یک بحران و بحث جدیدی هست که در آمریکا داره شکل میگیره، و البته به صورت خیلی جدی تر. منتها این روند میتونه ماها طول بکشه و تحقیقات هم داره شروع میشه. جالب اینجاست که مقامات اطلاعاتی که از این مکالمه مطلع شده بودن، دو نفرشون به وزارت دادگستری آمریکا شکایت میکنن پشت صحنه، البته که میگن یک خلافی داره صورت میگیره تحقیقات بشه. ویلیام بار وزیر دادگستری آمریکا که بسیار وفادار هست به آقای ترامپ، ظاهرا بنابر گزارشایی که داریم دریافت میکنیم، یک هفته پیش او رو تبرئه میکنه، میگه که خلافی صورت نگرفته. بنابراین یک سوی قضیه دموکرات ها هستن که میگن رئیس جمهور مرتکب خلاف بزرگی شده، صحبت از خیانت به کشور هست، سوء استفاده از قدرت هست. در طرف دیگر آقای ترامپ رو داریم و وزیر دادگستریش که بسیار محکم ایستادن و میگن دچار تخلفی نشدن. به حال سرآغاز بحران تازه سیاسی در آمریکا هستیم، و در هفته ها و ماه های آینده جزئیات بسیار بیشتری از این پرونده و تحقیقاتی که انجام خواهد شد منتشر خواهد شد. متشکرم کامبیز فتای خبرنگار ما از واشنگتن. اما سری بزنیم به مقر سازمان ملل در نیویورک، جایی که سخنرانی های رهبران کشورها در 74 رومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل ادامه داره. کمی پیشتر میشل اون رئیس جمهوری لبنان سخنرانیش رو انجام داد. ما در انتظار شروع سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هستیم. الان پادشاه اسپاتینی در حال سخنرانی
به نظر میاد که اکثر حضار بیشتر از اون که باید سخنرانی کردن و همه برنامه‌ها یکم عقب افتاده. ما هم پوشش معمول برنامه‌هامون رو تغییر دادیم و به طور زنده با شما خواهیم بود با خبر، تحلیل و گزارش. در انتظار سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هستیم. و ما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به قدرت‌های جهان و اسرائیل تاخت. او از شورای امنیت سازمان ملل انتقاد کرد و گفت قدرت هسته‌ای یا باید برای همه ممنوع باشد یا آزاد. او خواهان حمایت از طرح ترکیه برای بازگرداندن پناهجویان سوریه از ترکیه به کشورشان شد. از سیاست‌های هند در کشمیر انتقاد کرد و خواهان حمایت سازمان ملل از فلسطینیان شد. ژیار گل گزارش می‌دهد. نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک آمریکا. 193 کشور در این اجلاس برای صلح و ثبات در جهان دور هم جمع می شوند. اما بسیاری از رهبران کشورها از این تریبیون مشهور سازمان ملل برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می کنند. گاهی هم برای نشان دادن قدرت کشورشان به مخاطبانشان در خانه. Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey. یکی از این رهبران رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه است. او دیروز خواهان اصلاحات در ساختار شورای امنیت سازمان ملل شد. نهادی با 5 عضو دائم و با حق وتو. قدرت شورای امنیت از مجمع عمومی سازمان ملل بیشتر است. برای سالها از این تریبون گفتم که نمیتوانیم سرنوشت بشریت را به دست چند کشور بدهیم. امروز دوباره تکرار میکنم، دنیا بزرگتر از 5 کشور است. زمان تغییر این تفکر و ساختار این نهاد فرا رسیده. تبعیض بین کشورهای با قدرت هسته‌ای و غیر هسته‌ای بالانس را در جهان به هم زده. قدرت هسته‌ای یا باید برای همه ممنوع باشد یا آزاد. در چند سال گذشته ترکیه با شرکت‌های روسی قراردادهایی برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای امضا کرده است. رئیس جمهوری ترکیه در مجمع سازمان ملل از جنگ و درگیری در کشورهای اسلامی انتقاد کرد. او از کشمیر در مقابل هند حمایت کرد و سازمان ملل خواست ضمیمه کردن ارتفاعات جولان سوریه به خاک اسرائیل را محکوم کند و از حقوق فلسطینی‌ها در مقابل اسرائیل حمایت. این جواب نخست وزیر اسرائیل به سخنان دیروز او بود. رئیس جمهوری ترکیه به دروغ گفتن درباره اسرائیل ادامه می‌دهد. کسی که کردها را قتل عام می‌کند، کسی که قتل عام ارامنه را انکار می‌کند، نباید برای اسرائیل موعظه کند. اردوغان، دروغ بسه. آقای اردوغان همچنین دیروز به مشکل پناهجویان سوری در این کشور پرداخت و او نیروهای کرد سوریه در نزدیکی مرزهای ترکیه را خطری برای این کشور خواند. او طرح منطقه امن در سوریه را تشریح کرد. اگر مسئله سازمان‌های تروریستی را حل نکنیم، نمی‌توانیم راه حلی دائمی برای درگیری‌ها در سوریه پیدا کنیم. گفتگوهای ما با آمریکا درباره ایجاد منطقه امن در سوریه ادامه دارد. ما می‌خواهیم منطقه حائل صلح به عمق 30 کیلومتر و به طول 480 کیلومتر در مرز سوریه ایجاد کنیم. در این منطقه می‌توانیم 2 میلیون آواره سوری را اسکان دهیم. منطقه امنی که آقای اردوغان پیشنهاد داد، مناطق تحت کنترل کردهای سوریه است. او می‌خواهد پناهجویان سوری که در ترکیه به سر می‌برند در این مناطق اسکان داده شوند. آقای اردوغان بارها تهدید کرده اگر این منطقه امن ایجاد نشود به نیروهای کرد سوریه حمله خواهد کرد. نیروهایی که متحد آمریکا در جنگ با داعش بودند. ژیار گل، بی بی سی. و اما در خبری دیگر، باز هم در سازمان ملل، دانشمندان امروز هشدار دادند که ادامه مصرف سوختهای فسیلی باعث ذوب شدن یخهای قطبی و بالا آمدن سطح آب دریاها به سرعت بیشتر از حد تصور قبلی می شود. در این تحقیقات برآورد شده که تا سال 2100 آب دریاها 1 متر بالا می آید و تا سال 2300 به 5 متر می رسد. این پیش بینی ها همچنین نشان می دهد که بالا آمدن سطح آب در دهه های آینده میلیون ها نفر را آواره می کند و سالانه هزاران میلیارد دلار خسارت وارد خواهد کرد. همکارم سیاوش اردلان در استودیو به ما پیوسته. سیاوش، احتمالاً همزمان با ترجمه همزمان باید بیای
گزارش هم به ما بدی و این گزارش دانشمندان سازمان ملل چی میگه؟ یک هیئت ویژه از سازمان ملل هستش که کارش تحقیق درباره بحران اقلیمی هستش و این پنل خاصی که تحقیقات کردن درباره وضعیت دریاها و نوسانات سطح آب دریاها گزارش دادن و پیش بینی هاشون بیشتر از اون چیزی که قبلا فکر می‌کردند عواقب انسانی در پی داره، به این کیفیت که اونها گفتن اگر روند فعلی با همین صورت پیش بره آب دریاها تا چه حدی بالا میاد؟ گفتی تا سال 2100 یک متر بالا میاد، تا سال 2300 5 متر. فراموش نکنیم نزدیک به 2.5 میلیارد آدم در نزدیک سواحل زندگی میکنند. خیلی زیاده 5 متر. یعنی کاملا نقشه های جهان عوض خواهد شد. بسیاری کلان شهرها کنار آب هستند. یا خیلی از نقاط روستایی مثل بنگلادش هستند که حتی آب 10 سانتم بیاد بالا باعث آوارگی صدها هزار نفر میشه. برای همین یک مقدار که به میانگین حرارت زمین بره بالا باعث ذوب شدن یخهای قطبی میشه و در این چرخه ای از فعل و انفعالات مختلف طبیعت آب دریا هم میاد بالا. حالا چقدر میاد بالا؟ در چه بازه زمانی میاد بالا؟ در این گزارش بازه های زمانی مختلف رو داده. گفته اگر ما حتی بتونیم حرارت زمین رو زیر 2 درجه سانتیگراد کنترل بکنیم، شاهد بالا آمدن سطح آب 1 متر تا سال 2100 میشیم. حتی اگر همه کشورها به تعهداتشون عمل بکنن و بتونیم زیر 2 درجه نگه داریم که تقریبا غیر ممکن به نظر میاد چون روند فعلی 3 درجه هستش، ولی حتی اگه بتونیم زیر 2 درجه نگه داریم تا سال 2050 سطح بالا آمدن آب باعث میلیاردها هزاران میلیارد دلار خسارت، مشخصا 3000 میلیارد دلار خسارت خواهد شد و اون نوسانات دریایی که ما در طول تاریخ عمر زمین طی میلیون‌ها سال شاهدش بودیم، اینها در هر سال یک بار این نوسانات اتفاق خواهد افتاد و هر کدوم میتونه یک کشور خاصی رو در بر بگیره، از نقاط ساحلی تایلند گرفته که همه شاهد سونامی‌ها و طوفان‌ها هستن تا آمریکا، مثلا فلوریدا نواحی اونجا، یا تا کشورهای محروم‌تر و مخصوصا جزایر اقیانوس آرام که بیشترین نگرانی رو دارن و همین الان در جاهایی مثل مالدیو یا پاپانیوگینه نگرانی از این هستش که بالا آمدن سطح آب باعث گستردگی آوارگان اقلیمی بشه و همین هستش که دانشمندان سازمان ملل نسبت بهش هشدار دادن. یعنی پیامشون این هست که گازهای گلخانه‌ای رو کم بکنید، سوخت فسیلی کمتری مصرف بکنید، ولی این نکته بدبینانه هم داره که حتی اگر هم بتونیم به تعهداتمون عمل بکنیم، گرمایش زمین یک سری فعل و انفعالاتی رو رقم زده که از کنترل ما خارج است. سیاوش، این نشست مجمع در سایه نگرانی‌ها و فعالیت‌های گسترده فعالان محیط زیستی داره اتفاق می‌افته. در یک سال گذشته هم در سراسر جهان شاهد راهپیمایی اعتراض و ابراز نگرانی بسیاری از فعالان محیط زیست، از جمله فعالان نوجوان در بسیاری از کشورها بودیم. اما کماکان به نظر میاد که یک گسستی بین مردم و سیاستمداران هست. به نظر میاد که آیا این گسست داره کمتر میشه با توجه به حرف‌ها و نشست‌هایی که در چند روز گذشته در نیویورک شاهدش بودیم؟ به خاطر اینکه این نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل هست، نگاه همه رسانه‌ها، افکار عمومی به این مجمع هستش، برای همین بود که این مسئله اعتراضات جوان‌ها، وجود اون چهره به اسم گرتا تومبرگ که حالا به عنوان نماد این جنبش قرار داده شده، یک دفعه توجه افکار عمومی رو جلب کرد به چیزی که قبلا داشت اتفاق می افتاد. یعنی این اعتراضات از یک سال پیش شروع شد، منتها نه در چنین گستره‌ای. وقتی دفعه به 4 میلیون نفر رسید، بعد همون باستا پیدا کرد، 3 روز بعد در اجلاس مجمع عمومی یک دفعه افکار عمومی بیدار شد و این گسست به وجود اومد. یعنی جاذبه و دافعه‌ای که این جنبش برای خیلی ها به وجود آورده، خیلی ها ناگهان این رو تعبیر میکنن به گسست نسل‌ها، نسل کودکان داره به بزرگترها سرزنش میکنه، به سیاستمداران، به سلبریتی ها که شما فقط وعده و وعید پوچ تو خالی دادین، ولی در این حال یه عده فکر میکنن که این جنبش، سعی میکنن این جنبش رو در قالب های خاص سیاسی دعواهای چپ و راست بگنجونن، یا فکر میکنن که مثلا از این جنبش قرار استفاده ابزاری بشه. بحث های زیادی در گرفته نه فقط بین ایرانی ها بلکه تمام کشورهای مختلف دنیا، ولی این روح جدیدی رو که به کالبد این هشدارهای دانشمندان دمیده، دانشمندانی که سالهاست دارن همین هشدارها رو میدن ولی حالا به زبان ساده تر، زبان کودکان داره بیان میشه، این خودش یه فشاری آورده که در طول این مدت بیشتر این بحث مد نظر قرار بگیره و بعد باستا بشینه که در هر مجمع بین المللی وقتی گرده هم میان، چه در صنعت هوایی باشه که وعده دادن که یک سری کاهش هایی رو در انتشار دیوکسید کربن به وجود میارن، تا صنعت کشتیرانی، تا بحث کمک به کشورهای فقیر و آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی توسط کشورهای مرفه در غربی، همه اینها
تعهدات رو بیشتر میکنه، وعده وعیدهایی رو که میدن آستانش رو بالاتر میبره. چقدر اینا محقق بشه، چقدر این بتونه فشار بیاره به سیاستمداران، یعنی که سیاستمداران احساس بکنن که اگه بخوام به این دغدغه ها و به این اعتراضات توجه بکنن رأیشون ریزش نمیکنه. اصلا همین رو میخواستم بگم، چون ما شاهد در واقع یک موج جدید ناسیونالیسم و ملیگرایی هستیم و نگرانی بسیاری از رهبران فعلی جهان از جمله ژایر بولسونارو که دیروز بخشی از سخنرانیش رو دیدیم که به هر حال بسیار او رو و سیاست‌های او رو مسئول آتش‌سوزی‌های جنگل‌های آمازون می‌بینن، از جمله دونالد ترامپ که از توافق پاریس خارج شد، از جمله حتی مقام‌های مثل کشورهای مثل چین که به هر حال سوخت زغال سنگ براشون اهمیت حیاتی داره برای رشد اقتصادشون، اهمیت حیاتی داره. یعنی یک تقابلی بین سیاست‌های داخلی کشورها و حال کره زمین وجود داره. به این تقابل‌ها به درستی اشاره می‌کنی، هم در رابطه با گسست نسل‌ها، یعنی هم تقابلی رو داریم که بین نسل‌های مختلف به وجود داره، هم تقابل بین سیاستمداران و مردم، هم تقابل بین جریانات سیاسی. همه اینها داره با ورود این نهضت زیست محیطی جهانی به این گفتمان‌های مختلف داره خودشو نشون میده. حالا میتونه مثلا تقابلی باشه بین اون چه که این دیروز از طرف ترامپ و بولسونارو شاهد بودیم، اوجگیری یک جنبش دست راستی ناسیونالیستی که نگاه فقط میکنه به رشد اقتصادی، رشد ممتد اقتصادی با بهره‌گیری از منابع زیرزمینی و سوخت فسیلی، اصلا قبول نداره که بحران اقلیمی نتیجه استفاده از این سوخت‌های فسیلی و انتشار گازهای گلخانه‌ای است. چه میتونه تعریف بشه در قالب مثلا تقابلی بین، به فرض ما جنبش جلیقه زردها رو داریم، جنبش ضد ریاضتی رو داریم که شاهد خیزش خیلی از کارگرانی هستش که در صنایع سوخت فسیلی کار میکنند یا وابسته هستن به این صنایع، حقوقاشون پایین‌تر هستش و دعوت به ریاضت میشن. مسلما اونها استقبال نخواهند کرد از بالا رفتن قیمت های سوخت فسیلی که جزی از خواسته های جنبش زیست محیطی ها هستش، بالا حذف سوبسید هایی که به صنایع سوخت فسیلی کمک میکنه تا به توسعه اقتصادی بی رویه خودشون ادامه بدن. متشکرم سیاوش اردلان همکارم در استودیو با ما. کماکان بیننده ویژه برنامه 74مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل هستید. سخنرانی ها کماکان ادامه داره و ما در انتظار شروع سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هستیم. انتظار میره که آقای روحانی از طرح صلح هرمز پرده برداری بکنه و پیشنهاد ایران رو برای کاهش تنش در منطقه خاورمیانه ارائه بکنه. جزئیات زیادی از این طرح هنوز به دست ما نرسیده، اما بر اساس آنچه که تا اینجا گزارش شده، آقای روحانی در این طرح میخواد پیشنهاد این رو بده که امنیت منطقه خلیج فارس رو کشورهای همین منطقه تامین بکنند و این طرح شامل برنامه‌های اقتصادی برای کل کشورهای منطقه خلیج فارس هم خواهد بود. اما سوال اینجاست که چقدر این طرح ممکنه مورد استقبال کشورهای خلیج فارس و همسایگان ایران